تلویزیون پرتو رو می‌بینیم. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه گفتگویی داریم با آذر ماجدی از اعضای دفتر سیاسی حزب حکمتی است، پیرامون موقعیت جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه به ویژه بعد از تحولات اخیر. آذر ماجدی، به برنامه امشب تلویزیون خوش اومدید. خیلی متشکرم. شب شما و بینندگان عزیز تلویزیون پرتو خوش. اجازه این سوال اول رو اینطور مطرح کنیم، با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده و سرنگونی حکومت محمد مرسی در مصر، رویدادهایی که در ترکیه رخ داده، اتفاقات تونس و کلاً خیزشایی که در خاورمیانه هستش و اسلام سیاسی به نظر میرسه جایگاه فعالی در این مسائل نداشته، ارزیابی شما کلاً از موقعیت جنبش اسلام سیاسی چی هستش؟ به نظر من جنبش اسلام سیاسی به شدت زیر فشار قرار گرفته. حملاتی که بهش شده اون رو تضعیف کرده. هنوز کار داره، هنوز برای اینکه کاملا به زمین بیفته و کاملا حاشیه‌ای بشه باید ضربات بیشتری رو متحمل بشه. اهمیت این قضیه اینه که این ضربات از طرف مردم، توده‌های مردم و خیزش توده‌ای و انقلابی انجام گرفته، چون پیش از این هم جنگ بود بین اون چیزی که لااقل من بهش میگم قطب تروریسم دولتی علیه تروریسم اسلامی، ولی تمام اینها عملا به تقویت جنبش اسلامی انجامید. جنگ عراق، افغانستان، حمله به لبنان و غیر و غیره. منتها این بار چون یک خیزش توده‌ای ما شاهد هستیم، چه تو ترکیه و چه به خصوص تو مصر و تا حدودی در تونس، علیه این جنبش این ضربات مهلکی رو وارد آورده به جنبش اسلام سیاسی. آیا جنبش اسلام سیاسی صرفاً تضعیف شده یا به عنوان یک جنبش در آینده خاورمیانه و در رویدادهای اخیر به ویژه در تعیین تکلیف سیاسی کشورهای مختلف در منطقه یه به عنوان نیروی مهمی قابل محاسبه نیست از نظر سیاست، شما چه تمایزی قائل هستید؟ نمیشه یک حکم این چنین 100% داد، ولی به نظر من موقعیتش بسیار تضعیف شده. اگه توجه بکنید بعد از اینکه خیزش توده‌ای، خیزش‌های انقلابی در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، حدود 2 سال و نیم پیش اولین بار در تونس و بعد مصر و بعد به لیبی و سوریه و یمن و کشورهای دیگه کشیده شد، اتفاقی که افتاد تو 2 کشوری که قدرت‌های امپریالیستی یا دولت‌های غربی امکان مانیپولاسیون سیاسی داشتن، به این معنا که دولت‌هایی که اونجا حاکم بودن به شدت تحت نفوذ این به خصوص آمریکا بودن، دولت آمریکا تونست در قدرت‌های غربی جریانی رو که حکومت رو بزنن سرش رو ساقط بکنن، یعنی در تونس بن علی، در مصر مبارک و بعد اسلامی‌ها اومدن جلوی صحنه. تو تونس تقریبا بلافاصله اومدن تو صحنه، یعنی اول دولت بن علی قدرت رو گرفت و سریعا اسلامیستار اونایی که تبعیدن بودن برگشتن و توی انتخاباتی که برای قانون اساسی و مجلس مؤسسان و غیره گذاشته بودن رأی اکثریت آوردن و تو مصر ارتش قدرت رو گرفت و حدود 1 سال بعد از سقوط مبارک زیر فشار مردم یک انتخاباتی رو گذاشت که مرسی یا اخوان المسلمین از توش اومدن بیرون. این در واقع آیا به قدرت رسیدن مرسی در مصر یا در تونس در نهضه و استفاده از نیروهای اسلامی به خاطر موقعیتشون در این خیزش‌های توده‌ای بود یا دلیل دیگه‌ای داشت؟ نه، اتفاقا اینها اخوان المسلمین که اصلا اونطوری که از زوایای مختلفی این خیزش مورد بررسی قرار گرفته، اخوان المسلمین نقشی نداشت توی این خیزش‌ها و توی تونس هم یه خیزش توده‌ای انقلابی از طرف مردم کارگر و محروم و زحمتکش برای آزادی، برای رفاه، برای برابری، برای زندگی بهتر شکل گرفته بود. منتها اتفاقی که افتاد، این جریانات تنها جریانی هستند که توی این کشورها متشکلن، از یه تشکل نسبتا خوبی برخوردارن، برای اینکه تمام نیروهای آزادیخواه، برابری طلب، کمونیست، چپ، همه سرکوب شدن، تمام تشکلات کارگری سرکوب شده. فقط این جریانات هستن که به نوعی
تشکل دارن و میتونن از یک درجه از آزادی برخوردار بودن. و غرب دقیقا برای اینکه جلوی تعمیق، گسترش و رادیکالیزاسیون این خیزش رو بگیره و با یه انقلاب اجتماعی روبرو بشه، تصمیم گرفت که با یه مانیپولاسیون سیاسی به جریان اسلامی رضایت بده و به اصطلاح یه اسلام معتدل رو علم کنه. ما یه دفعه از 2 سال پیش در نشریات، در رسانه های بین المللی از زبان رهبران سیاسی این دولت ها هی پشت سر هم عبارت اسلام معتدل رو میشنیدیم و الگوشون دولت اردوغان در ترکیه بود. این دو تا دولت تو تونس و مصر اومدن سر کار. تو مصر و تونس در هر دو کشور از ابتدا با اعتراض عمومی روبرو بودن. تو مصر بالاخره مردم سرنگون کردن اخوان المسلمین رو، تو تونس هنوز ادامه داره مبارزات مردم. و نکته مهم اینه که پیش از سرنگونی اخوان المسلمین تو خود ترکیه مردم اومدن تو خیابون میلیونی علیه دولت اردوغان. الان نزدیک به 2 ماه هست که این خیزش ادامه داره و این تمام دنیا و به ویژه دولت‌های غربی رو کاملا شگفت زده کرد. یه نکته رو اینجا شاید لازم به توضیح بیشتریه. اشاره شما اینه که دولت‌های غربی از اسلام نوع اخوان المسلمین به عنوان اسلام معتدل و یا یه آلترناتیو حکومتی در قبال تحولات منطقه استفاده کردن. هدف اصلی از این مسئله چی بود؟ و نکته بعدی اینه که آیا جلو کشیدن اسلام به اصطلاح معتدل در چارچوب تقابل با اسلام سیاسی به طور کلی در منطقه که سابقه دیرینه تری داره و زمان جنگ سرد به حال از این نیرو استفاده کردن ربطی با هم دیگه داره؟ یعنی میخوام بگم که آیا میخواستن با این شیوه یک نوع تناسب‌های جدیدی رو به اسلامیون تحمیل کنن در این حال اینکه در خاورمیانه بخوان نگرشون دارن در ساختار سیاسی؟ نه، در واقع از اون طرف اجازه بدیم وقتی نگاه میکنیم به خاورمیانه، شما توی منطقه با دولت‌ها و حکومت‌های به شدت مستبد، سرکوبگر و مختنق روبرو هستید که اینها با اتکا به نیروی ارزان دارن استثمار شدیدی رو به طبقه کارگر تحمیل می‌کنن و بعضی‌هاشون توی در واقع اقتصاد سرمایه‌داری غرب انتگره هستن، بعضی‌ها کمتر. وقتی که این دولت ها به خصوص دولت مصر که کاملا ارتشش فرضاً حقوق بگیره دولت آمریکاست، کاملا تحت نفوذ و تو دست آمریکاست، تونس هم یکی از این کشورها محسوب میشد. وقتی که مردم اومدن تو خیابون تو این دوتا کشور علیه نظام های حاکم، علیه اختناق، علیه سرکوب، علیه فقر، بدبختی، بی‌عدالتی، فساد دولتی، غرب با این مسئله روبرو شد که هیچ آلترناتیو راست دیگه اونجا وجود نداره که شما مبارک رو برمیدارید و بن علی رو برمیدارید بتونید یه نیروی راست بورژوایی دیگری رو بذارید سر کار که کماکان میخواد سرمایه‌داری با نیروی کار ارزان رو ادامه بده و به دولت‌های غربی متکیه. تنها نیرویی که براش میمون اسلامی‌ها هستن که به شدت راستن، به شدت ارتجاعیان، علیه کمونیسمن و سابقه شون تو سرکوب مردم کاملا برای همه عیان. رژیم اسلامی یه نمونه خیلی خیلی روشن این قضیه هست و این در واقع یک آلترناتیوی بود که شاید مجبور شد غرب بهش رضایت بده که اقلا بتونه به یه نوعی صد بکنه. تو مصر ارتش رو امتحان کرد به مدت 1 سال ولی مردم رضایت ندادن، مردم اعتراضاتشون رو ادامه دادن علیه حکومت ارتش، دولت ارتش، و بعد مجبور شدن که اخوان المسلمین رو بیارن و تو تونس هم به همین شکل. من اگر اجازه بدین فقط یه اشاره کوچیک بکنم به سال 1357 تو ایران. تو ایران هم همین کار رو کردن. تو ایران وقتی مردم جنبش انقلابی به راه افتاد علیه نظام سلطنت و میدونن همه که شاه به عنوان ژاندارم منطقه ازش یاد میشد، کاملا تو دست آمریکا بود، وقتی که حکومت شاه که هر نوع اعتراضی رو سرکوب کرده بود، ساواک و زندان و شکنجه و اعدام، نیروی رو باقی نگذاشته بود، اول جبهه ملی رو امتحان کردن، بختیار نشد، مجبور شدن به جریان اسلامی رو غرب آورد
برای اینکه بتونه جلوی یک انقلاب اجتماعی و قدرتگیری چپ و کمونیسم رو تو ایران بگیره. اون موقع به خصوص زمان جنگ سرد بود و ما شاهد این هستیم که یک روزه خمینی رو به رهبر انقلاب بدل کردن و جنبش اسلامی رو همینطور و انقلاب ایران رو یه دفعه صفت اسلامی دنبالش گذاشتن. و این اتفاق دقیقاً چیزی شبیه به همین سناریو که تو گوادالوپ تو دهه 70 میلادی برای ایران نوشته شد، برای مصر و تونس هم به نوعی همین سناریوست. اتفاقی که افتاد، بالانس قدرت، توازن قوای اسلام سیاسی با این اتفاقات تغییر کرد، ولی این چیزی نبود که غرب خود به خود خواهانش بود، بهش تحمیل شد، ولی حالا این رو هم مردم عقب زدن و این توازن قوا رو حتی بیشتر به ضرر اسلام سیاسی بدل کرد. دلیل این که مدل ترکیه رو به عنوان یک مدل حکومتی که میتونه در کشور خاورمیانه و شمال آفریقا مورد استفاده قرار بگیره، مدلی بود برای رشد اقتصادی داره، در یکی از آزادی سیاسی رو تحمل میکنه، اون قشریگری اسلامیون مثلا عربستان و جمهوری اسلامی ایران رو نداره. دلیل اینکه این مدل رو تبلیغ میکردن چی بود؟ فقط ضد کمونیسمشون بود یا دلیل دیگه هم داشت؟ یک جریان راستی که میخواد سرمایه‌داری توی کشور باقی بمونه و استثمار شدید طبقه کارگر رو تأمین و تضمین بکنه، اتفاقی که ترکیه هم داره میفته، این خواست اصلی دولت‌های غربی، دولت‌های بورژوازی بین‌المللی هست و اینکه تمایل داشته باشه از نظر سیاسی به غرب. دولت ترکیه از این نظر ایدئال بود، همونطور که شما اشاره کردین تونسته بود که سرمایه‌داری رو رشد بده و قبل از اینکه دولت اردوغان یعنی حدود 11 سال پیش بیاد سر کار، میگفتن وضع اقتصادی ترکیه بسیار خراب بوده و این حزب عدالت و توسعه تونسته این مسئله رو حل بکنه و شکوفایی اقتصادی توی ترکیه بیاد. و این البته ما میدونیم به قیمت در اختیار گذاشتن یک نیروی کار وسیعاً ارزان و منعطف برای چه بورژوازی بومی ترکیه و چه بورژوازی بین‌المللی. از اون طرف یه دولت اسلامی بود و میتونست به کمک ایدئولوژی اسلام خیلی از بخش زیادی از اختناق و استبدادی رو که تحمیل میکرد توجیه بکنه و این فرض بودن که خب مردم ترکیه مسلمونن و خودشون این رو خواستن. ولی عملا ما شاهد هستیم که این اتفاق کاملا به عکسش تبدیل شد. ولی باید توجه داشت اگر ترکیه تونسته یه تا حدودی، اونم که الان داره یکی پس از دیگری پس میگیره، آزادی‌های سیاسی رو تضمین بکنه، یه مقدار زیادی به خاطر اینه که ترکیه جز اروپا است و تلاش هست که به اتحادیه اروپا بپیونده. ولی تو مصر، تونس، تو شمال آفریقا یا خاورمیانه حتی یه دولتی مثل حزب عدالت توسعه دقیقا همون کاری رو میکنه که الان اردوغان داشت میکرد و مردم جلوش وایسادن. حتی اون میزان آزادی سیاسی رو هم شما شاهدش نخواهید بود. با توجه به همه این اتفاقات و به هر نکاتی که مورد بحثه، آیا اسلام پروغربی رو میشه گفت که یا اسلام به اصطلاح معتدل مدلیه که شکست خورده و دیگه نمیتونه آلترناتیو حکومتی باشه که مجددا تو کشور دیگه چه توسط برای طبقات حاکمه تو اون جامعه چه توسط دولت غربی سر کار بیاد؟ میشه چنین حرفی رو زدیم روش؟ من باز میخوام یه کمی محافظه کار باشم از اینکه یک حکم کاملا قاطع 100% بدم. باید بگیم که ضربات مهلکی بهش وارد آورده. سقوط اخوان المسلمین یه ضربه بسیار بسیار مهلک بود. خیزش مردم تو ترکیه همینطور. ولی این باید ادامه پیدا بکنه و اگر مردم بتونن دولت اردوغان رو ساقط بکنن و ببینیم تو تونس چه اتفاقی میفته، اون وقت با قاطعیت بیشتری میتونیم حکم بدیم و همه این اتفاق باعث خواهد شد که وضعیت رژیم اسلامی تو ایران هم تضعیف بشه و با مشکلات حتی بیشتر و بحران بیشتری روبرو بشه. چون ما که میدونیم تو ایران مردم به خون این در واقع به از این رژیم جونشون به لبشون رسیده و با تمام قوا میخوان این رژیم رو به زیر بکشن و منتظر فقط یه فرصت هستن. این شرایط
امکان سرنگونی رژیم اسلامی رو هم آسان تر خواهد کرد. اجازه بدید پرانتز خیلی کوتاهی باز کنیم در مورد ایران، برگردیم به سر سوالات اصلی خاورمیانه. اپوزیسیون به اصطلاح طرفدار حکومت، اپوزیسیون بورژوایی در ایران معمولا و بیشترشون مدل ترکیه رو تبلیغ میکردن و مدل ترکیه رو به عنوان یه الگوی مطلوب ازش صحبت میکردن و خیلی ساده میگفتن خب مگه ترکیه چشه، ایران هم میتونه ترکیه بشه. الان با توجه به اتفاقات ترکیه و رویدادهای مصر و تونس و غیره وضع این اپوزیسیون چی میشه؟ پدیده اصلاح طلبی طور کلی تو ایران شایعه‌ای داره؟ به نظر من تا اونجایی که به اپوزیسیون ملی اسلامی یا اپوزیسیون پروغرب برمیگرده، دوتا جنبش اجتماعی که تو ایران تلاش میکنن، یعنی اپوزیسیون راست ایران رو تشکیل میدن و میخوان، اپوزیسیون ملی اسلامی تلاش داره که تو قدرت سهم بیشتری بگیره و اپوزیسیون پروغرب میخواد که یه رژیمی مثل رژیم زمان شاه رو احیا بکنه، حالا با تاج یا بدون تاج. اینها به نظر من از خیزش مردم تو ترکیه ضربات بیشتری رو خوردن تا فرضاً از سقوط اخوان المسلمین، چون اونها با ترکیه رو بیشتر در مقابل مردم میذاشتن. میدونن مردم ایران به هیچ قیمتی به اخوان المسلمین رضایت نمیدن، مردم ایران به یه رژیم اسلامی دیگه رضایت نمیدن، منتها ترکیه رو عنوان میکردن. به چند دلیل، به خاطر اینکه یک میگفتن ببینید چه اقتصادش رشد کرده، ببینید چقدر سرمایه گذاری خارجی توی ترکیه انجام گرفته، و ببینید در حالی که حتی یونان، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه در بحران به سر میبرن، ترکیه هنوز داره به اقتصادش داره رشد خودش رو داره ادامه میده. یکی عامل اقتصاد بود و دیگه این که از یه سری آزادی هایی برخوردار بود، مثلا حجاب اجباری نبود، یا فرضاً یه درجه از سکولاریسم هنوز باقی مونده بود از زمان قبل دولت های غربی در ترکیه. به این خاطر چه اپوزیسیون ملی اسلامی و چه پروغرب، به خصوص در مقابل ما کمونیستا، هر وقت که ما از این صحبت میکردیم که باید برای آزادی، برابری، رفاه نه تنها رژیم اسلامی بلکه جامعه سرمایه‌داری رو هم سرنگون کرد و یه رژیم سوسیالیستی سر کار باید بیاد، جمهوری سوسیالیستی، میگفتن ترکیه چه اشکالی داره. برزیل هم البته میگفتن که برزیل هم با این بحران روبرو شد. ترکیه رو به این معنا در مقابل ما بیشتر میذاشتن و جلوی مردم که ببینید میشه یه دولتی داشت که هنوز اسلامیه ولی زنا مجبور نباشن حجاب سرشون کنن، بشه توش هنوز آبجو خورد، بشه هنوز توش رفت دیسکوتک ولی در این حال دولت اسلامی باشه. این میتونست شاید خریدار داشته باشه به عنوان یک پله‌ای برای یه عده‌ای که بگن بالاخره بهتر از هیچیه، ولی خیزش مردم، اومدنشون تو خیابون و خواهان سرنگونی دولت اردوغان شدن، وقتی میلیونی اومدن تو خیابون، تو 80 تا شهر ترکیه اومدن تو خیابون، تو استانبول و غیره، و هنوز ادامه داره، به نظر من بیشتر از هر چیز اپوزیسیون ایران رویاش باطل شد و تبدیل به کابوس شد. بذاریم برگردیم به خاورمیانه و یکی دو تا سوال کلیدی. در خاورمیانه امروز سوال اساسی چی هستش؟ شما از فعالین قدیمی و سرشناس جنبش آزادی زن هستیم و در ایران هم یک جنبش واقعی علیه آپارتاید جنسی، قوانین اسلامی در جریانه و امروز با سقوط دولت‌های اسلامی و چلنج کردن اونا توسط نیروی توده‌ای، چه سوالات اساسی و کلیدی در مقابل به حال جامعه هست و مسائل و موزلات اساسی امروز چی هستید؟ به ویژه از منظر جنبش آزادی زن امروز باید چه مسائلی پرداخت؟ چه خواسته ایم اتفاقه؟ روشنه که یک سوال اساسی که جلوی مردم تو شمال آفریقا، تو خاورمیانه، تو ایران، تو اروپا و آمریکا هست اینه که همه دارن به اینجا رسیدن که سرمایه‌داری کار نمی‌کنه. سرمایه‌داری نشون داده که نمیتونه به خواست مردم جواب بده. سرمایه‌داری نشون داده که فقط منافع یک اقلیت کوچکی رو میخواد تامین بکنه. و سوال این که خب از چی کار باید کرد؟ پس چی باید جاش نشون؟ چجوری مردم میتونن یه حکومتی داشته باشن که توش آزاد باشن، برابر باشن، تبعیض نباشه، عدالت باشه، رفاه باشه، فقر نباشه؟ به نظرم این سوالیه که در خیلی بین المللی است و در مقابل هم قرار گرفته و اونم اینی که سرمایه‌داری کار نمی‌کنه، سرمایه‌داری رو باید به زیر کشید و باید گفت نه به سرمایه‌داری. این یه سوال اساسی است. تا اونجایی که صرفاً به خاورمیانه و شمال آفریقا برمیگرده، این مسئله اسلام سیاسی یه مسئله بسیار بسیار مهمه. من دوست دارم اینجا اشاره بکنم
این اسلام، این جنبش اسلامی ربطی به جنبش اسلامی دوران فدایان اسلام یا اخوان المسلمین وقتی تازه 100 سال پیش بنیان گذاشته شده بود نداره، بلکه یه در واقع یک جنبش نوینه، جنبش معاصره که از دهه 60 و 70 میلادی شکل گرفت توسط غرب، عمدتا آمریکا، ابتدا در افغانستان در مقابل زمان جنگ سرد، در قدرت نمایی در مقابل شوروی که اون موقع کودتا کرده بود تو افغانستان، و بعد به ویژه بعد از با شکست با انقلاب 57 تو ایران که اسلام سیاسی اومد جلوی صحنه، یه دولت، یک کشور بزرگ با یک اهمیت مهم ژئوپلیتیک تو منطقه اومد یه دولت طرفدار غرب رو سرنگون کرد و بعد اسلامی ها اومدن و این انقلاب رو با یه شکست خونی روبرو کردن. از اون موقع اسلام سیاسی رشد کرد و این اسلام سیاسی، همه میدونن که اسلام به شدت ضد زنه، به شدت زن ستیزه، ولی تمام مذاهب زن ستیزن، تمام مذاهب ضد زن هستن. یهودیت، مسیحیت، حالا میگم مسیحیت تو اروپای غربی به مساف طلبیده شده. به طور مشخص امروز در مقابل اسلام سیاسی جنبش های واقعی، جنبش مثل جنبش آزادی زن، چه وظیفه سیاسی دارن، چه کار معینی باید کرده امروز با توجه به این موقعیتی که روند برگشت علی اسلام شروع شده؟ همین نکته رو میخواستم بهش اشاره کنم، این که حجاب تبدیل شده به بیرق این جنبش و آپارتاید جنسی یک ستون محکم، و این نشون میده که چگونه جنبش آزادی زن به یک دشمن سازش ناپذیر جنبش اسلام سیاسی هست. در نتیجه به خصوص تو ایران ما این رو دیدیم، جنبش آزادی زن از همون روز اول به مقابله با این نظام سرکوب بلند شد و به خصوص از 20 سال پیش این جنبش هر روز گسترده تر و توده‌ای تر شده، رادیکالیزه شده و رژیم نمیتونه از پسش بر بیاد. ما شاهد این هستیم که تو خود مصر و تونس هم جنبش حقوق زن نقش مهم می داشت در اعتراض به دولت اخوان المسلمین، و اگر توجه کنید دقیقا به همین خاطر هست که بیشترین نوع سرکوب زنان توی مصر توسط تعرض جنسی و تحقیر جنسی و تجاوز توسط ارتش، پلیس و اوباش اسلامی انجام می گیره. این نشون دهنده حضور وسیع جنبش حقوق زن و زنان توی صف مقدم این اعتراضات هست. به نظر من جنبش آزادی زن نقش بسیار مهمی داره در اینکه ضربه نهایی رو به جنبش اسلامی وارد بیاره و این جنبش رو برای همیشه توی منطقه حاشیه‌ای بکنه. گفتگوی ما رو دیدید با آذر ماجدی از اعضای دفتر سیاسی حزب حکمتیست و رئیس سازمان آزادی زن. آذر ماجدی با تشکر شما. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. شب شما و بینندگان عزیز تلویزیون پرتو خوش. بینندگان عزیز تلویزیون پرتو، بدین وسیله به اطلاع میرسانیم که ساعت پخش تلویزیون پرتو از 12 فروردین ماه 1392 برابر با اول آوریل 2013 افزایش خواهد یافت. از 12 فروردین ماه به بعد به جز روزهای یکشنبه از ساعت 5:30 تا 6:30 به وقت تهران بیننده تلویزیون پرتو باشید. تلویزیون پرتو سیمای آزادی خواهی و برابری طلبی است. تلویزیون پرتو تلویزیون طبقه کارگر و کارگران رادیکال سوسیالیست است. تلویزیون پرتو بلندگوی زنان مبارز و فعالین اجتماعی است. تلویزیون پرتو رسانه جوانان به تنگ آمده از قوانین متعفن سرمایه‌داری است. تلویزیون پرتو ندای دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و فریاد زندانیان سیاسی است. تلویزیون پرتو رسانه تصویری حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست است. بینندگان عزیز، مشخصات ماهواره تلویزیون پرتو از این قرار است: هارتبر فرکانس 11642، سیمبل ریت 27500، FEC 2.3، پولاریزاسیون افق. از طریق وبسایت تلویزیون می توانید به آرشیو برنامه‌های تلویزیون دسترسی پیدا بکنید. همچنین می توانید تلویزیون پرتو را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب نیز جستجو کنید. آدرس وبسایت تلویزیون پرتو بدین قرار است: www.parto.tv.
تلویزیون پرتو را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید و با ما تماس بگیرید و ما را در هرچه بهتر و پربار کردن برنامه ها یاری دهید.